تازه ترین گزارش ها در مورد بیانات و گفته های روز اول در نشست عمومی ناتو را میشنویم. لینا جان سلام و خسته نباشین، میشه لطف کرده تازه ترین ها را خدمت ما و بینندگان تقدیم بکنید؟ با تشکر از شما، با سلام به شما و به بینندگان محترم. نشست روز دوم ناتو و یا کنفرانس شیکاگو حدود نیم ساعت قبل آغاز شده. تمام هیئت‌ها با مواصلت به مرکز و محل کنفرانس آغاز کردند. بالعکس دیروز که این نشست ساعت 1:30 صورت گرفت، امروز قرار است 9 صبح یا نشست آغاز شد و همچنین اولین گردهمایی درباره افغانستان خواهد بود. دیروز کنفرانس با نتایج تقریبا مثبت در بخش افغانستان خاتمه یافت، گرچه تظاهرات در شهر شیکاگو نهایت شدید بود. پلیس در نزدیک محل رسانه ها به زد و خورد با مظاهره کنندگان پرداخت و تعداد کثیری از اینا لوحه های را علیه جنگ افغانستان حمله می کردند و بیان می کردند که ما احتیاج به مصرف پول زیادی را در کشور نداریم که چند قاره از ما به دور است. و همچنین تعدادی از اینا تانسته بودند که حتی صفحه اینترنتی شهر شیکاگو را با او داخل شوند و او را مختل بسازن. ولی باز هم روز کنفرانس بسیار خوبی بود، نشست های متعدد صورت گرفت با سران فرانسه، استرالیا و پاکستان. نظر می اندازیم بر جزئیات موضوعات روز قبل و باز با معلومات بیشتر با شما خواهم بود. رهبران ناتو و قطعه تشریفات که از تمام نیروهای قوای مسلح کشورهای عضو ناتو نمایندگی می کنند، مراتب احترامشان را به عساکر کشته یا زخمی شده در افغانستان تقدیم نمودند. متعاقباً اندرس فورس موسن، منشی عمومی سازمان ناتو، طی خطابه گفت عجله برای خروج از افغانستان وجود نخواهد داشت. ما تعهد خود را به شراکت در رازمدت با مردم افغانستان فراتر از سال 2014 روشن خواهیم ساخت. بنابراین افغانستان هیچگاه بلانه دهشت افغانان مبدل نخواهد شد که بتوانند بر ما در کشور ما حمله نمایند. افغانها امیدوار یک آینده بهتر در یک منطقه باثبات خواهند. رئیس جمهور باراک اوباما دیروز در حاشیه جلسه ناتو در شیکاگو با رئیس جمهور حامد کرزی ملاقات کرد. آنها به طور مشترک بر افغانستان امن و باثبات تاکید کردند. آقای اوباما گفت آزمون‌های در افغانستان باقی خواهد ماند و افراد بیشتر قربانی خواهند شد، اما سازمان ناتو به اهدافش متحد است. روزهای دشوار در پیش روست، ولی ما مطمئن هستیم که در مسیر درست قرار داریم. آنچه اجلاس ناتو منعکس می کند این است که جهان از استراتژی که ما طرح کردیم حمایت می کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان می گوید هدف این است که کشورش از این به بعد بار دوش جامعه بین المللی نباشد. اطمینان حاصل کنیم که گام های قوی و باثبات را برداریم و در حالی که ما این گام ها را به سمت سال 2024 برمی داریم، جایی که افغانستان به طور وسیع از خودش دفاع خواهد کرد و خودکفا خواهد بود، حمایت می شویم. ولی جان آلن قمندان آیساف می گوید هیچ کس نباید با آنچیوه نیروهای قادر و مرتجع طالبان می نامد ختم جنگ را توقع ببرد و این عمل مقتضی کمک ایالات متحده و نیروهای ائتلاف است. ما مشاهده کردیم که نیروهای امنیتی ملی افغانستان در سال 2013 به منظور مبارزه با دهشت افغانی نقش رهبری را خواهند گرفت، اما این به آن معنا نیست که جنگ خاتمه خواهد یافت. مقامات ایالات متحده و ناتو با فشاری نمودند نتایجی که آنها دنبالش اند به جا ماندن یک افغانستان بی عیب و کامل نیست، بلکه یک کشور است که حتی در صورت نیازمندی حمایت درازمدت جامعه بین المللی بتواند به پای خود ایستاده شود. برشنا و مرخیل، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. بله لینا جان، گزارش هم شنیدیم، اما یک بحث جدی، بحث حضور رئیس جمهور پاکستان به نشست عمومی ناتو است. واکنش های امروزی در قبال حضور و همکاری پاکستان به خاطر تأمین ثبات در منطقه و به خصوص افغانستان چگونه بوده؟ هیئت پاکستان در حال وارد شیکاگو شد که رئیس جمهور اوباما به دلیل از اینکه تاکنون راه مواصلاتی اکمالات ناتو گشوده نشده از ملاقات با رئیس جمهور پاکستان با ورزید و ملاقات بین خانم کلینتون و آقای زرداری هم صورت گرفته. در ملاقاتی که بین آقای کرزی و آقای زرداری صورت گرفت، گفته میشه که موضوعات مصالحه با طالبان و موضوعات دیگه مرتبط با جنگ علیه دهشت افغانی مطرح شده. عکس العمل ها تاکنون در قبال رئیس جمهور پاکستان به او اندازه منتشر نشده، ولی مقامات افغان مکرر
کردن هنوز هم کشور پاکستان را یک همتا، یک متحد و یک همسایه تلقی میکنند و روی نقش پاکستان در راه در بخش مصالحه با طالبان تاکید میکنند و از پاکستان میخواهند که به وعده های خود در قبال با کشور همسایه افغانستان متحد باقی بماند.